مکه مکرمه مرکز کره زمین است. تحقیقات فلکی نشان می‌دهد که مکه مکرمه مرکز کره زمین است. ارکان کعبه درست به سمت چهار جهت اصلی، شرق، غرب، شمال و جنوب قرار گرفته است. این تحقیقات تأکید دارد حجرالاسود به سمت شرق، رکن یمانی به سمت جنوب، رکن شامی به سمت شمال و رکن عراقی نیز به سمت غرب قرار گرفته است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. قرار گرفتن ارکان کعبه مشرفه از بدو خلقت در چهار جهت اصلی نشان از یک معجزه بزرگ در زمینه معماری و جغرافیای این مکان بزرگ است. همچنین تحقیقات نشان داده است که کعبه دقیقاً در مرکز کره زمین قرار گرفته است. در سال 1977 جهان با کشف یک حقیقت علمی جدید مبنی بر اینکه مکه مکرمه مرکز خشکی‌های کره زمین میباشد، به شدت دچار شگفتی شد. این کشف نتیجه تلاش و کاوش‌های مستمر چند ساله‌ای بود که با مطالعات زیاد و با استفاده از ابزارالات جغرافیایی و رسم جدول و نقشه‌های جغرافیایی به دست آمد. دانشمند مسلمان دکتر حسین کمال الدین داستان این کشف عجیب را چنین نقل می‌کند: بحث و کاوشم را شروع کردم و هدفم غیر از این بود و دنبال چیز دیگری بودم. هدفم ساختن وسیله‌ای بود که به هر انسانی کمک کند تا جهت قبله را به او نشان دهد، زیرا من در مسافرت‌هایی که داشتم با این مشکل برمی‌خوردم و این مشکل برای هر مسلمانی پیش می‌آید، به خصوص در شهرهایی که در آن مسجدی نیست و جهت قبله را به ما نشان نمی‌دهد. به فکر افتادم تا نقشه جدیدی برای کره زمین رسم کنم و بر روی آن نقشه جهت‌های قبله را به دست آورم. اول مدارها و خط‌های شمالی و جنوبی، عمودی و افقی، سپس پنج قاره را کشیدم. ناگهان چیز عجیبی به ذهنم خطور کرد و حیرت زده شدم، و آن این بود که مکه مکرمه در وسط خشکی‌های جهان قرار گرفته بود. پرگاری برداشتم و نوک آن را بر روی مکه مکرمه نهادم و نوک دیگر آن را بر روی آخرین نقطه خشکی در شرق و اندازه گرفتم و یک بار دیگر نوک آن را بر روی مکه مکرمه نهادم و نوک دیگر را بر روی آخرین نقطه خشکی در غرب و دیدم اندازه هر دو با هم برابر است. به این نتیجه رسیدم خشکی های جهان به طور مساوی اطراف مکه مکرمه تقسیم شدند و فهمیدم که در این صورت مکه مکرمه مرکز خشکی های جهان است. نقشه های جهان قدیم را بیرون آوردم. نقشه قبل از کشف قاره آمریکا و استرالیا و مطالعاتم را ادامه دادم. باز هم متوجه شدم که طبق نقشه قدیم هم مکه مکرمه مرکز خشکی های جهان است. ذکر چهار نکته در این مورد ضروری است. نکته اول، مکه مکرمه در مرکز جهان هستی قرار گرفته است. به این معنی است که مکه مکرمه و منزله پایتختی برای کره زمین است و هیچ شکی نیست که بهترین و قویترین پایتخت ها پایتختی است که در وسط کشور و حکومت واقع شده باشد، زیرا در این صورت باعث سهولت ارتباط و رفت آمد می گردد. در قرآن به این حقیقت علمی اشاره شده است، آنجا که می فرماید: بیگمان شما را ملت میان روی قرار دادیم. سوره بقره آیه 143. اسلام دین میانه است. در راه و روش میانه است. در منزلت و جایگاه میانه است. در مکان و موقعیت جغرافیایی هم همینطور. نکته دوم، رحمت و عدل خداوندی اقتضا می‌کرده است که مکه مکرمه در وسط کره زمین قرار بگیرد تا از یک طرف انتشار نور اسلام برای تمام جهان آسان باشد و از طرف دیگر این دین به طور مساوی و اندازه لازم در اختیار دیگران قرار بگیرد. نکته سوم،
از آنجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تمام مردم فرستاده شده است و ما ارسلناک لکافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده ایم تا مژده‌رسان و بیم دهنده ای باشی ولکن اکثر مردم بی خبرند. سوره سبا آیه 28. حکمت اقتضا میکرد که مکه مکرمه مهد رسالت جهانیان باشد و اینکه مبعث پیامبر در این نقطه از جهان قرار گرفته اعجاز خداوندی محسوب میگردد. نقطه چهارم، در قرآن کریم کلمه سراج فقط در وصف خورشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کار رفته است. خداوند در وصف خورشید میفرماید و جعل قمر فیهن نورا و جعل شمس سراجا، و ماه را در میان آسمان ها تابان و خورشید را چراغ کرده است. سوره نوح آیه 16. و خداوند در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، به عنوان دعوت کننده به سوی خدا طبق فرمان الله و به عنوان چراغ تابان. سوره احزاب آیه 46. با توجه به آنچه گذشت می فهمیم که چرا خداوند خورشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به سراج تشبیه کرده است، زیرا خورشید مرکز منظومه شمسی است. مکه مکرمه مرکز زمین، پس همان گونه که خورشید جهان را روشن می کند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز زمین را با رسالتش روشن می سازد. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.